همتون میدونین که نرم افزار فتوشاپ یک فضای پیکسلی هست و معمولا وقتی میخوان روی عکس کار بکنن توی فتوشاپ انجام میدن، مثل فوتو مونتاژ، مثل ادیت عکس. و من خواستم این طراحی کاراکتر رو که توی صفحه مانیتور میبینید توی فتوشاپ انجام بدن، هرچند که توی نرم افزارهای برداری مثل ایلوستریتور این کار خیلی به راحتی انجام میشه و همچنین توی 3D هم انجام میشه. و من خواستم این طراحی کاراکتر توی فتوشاپ انجام بدم. اگر میخواین بدونید که چطوری انجام میشه توی فتوشاپ، همراه من باشید. درود، ساره هستم. خیلی خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای کانال ساره اسکیل. سپاسگزارم از اینکه لایک میکنید، کامنت میزنید و ویدیوها رو حمایت میکنین. اگر دوست داشتین و توی کانال هنوز سابسکرایب نکردین، خوشحالم میکنین که توی کانال سابسکرایب کنید. و حالا بریم این ویدیو رو ببینیم که مربوط به طراحی کاراکتر توی فتوشاپ هست. فتوشاپ رو باز کردم، کریت نیو رو میزنم، سایز رو اینجا میدم 20x20، حالا همون 20x20 که هست باشه. آرت بورد رو تیک رو اینجا میزنم، کریت رو میزنم، میام تو قسمت فایل اوپن و عکسم رو باز میکنم، عکس رو میکشم میندازم توی این آرت بوردم، یک مقدار بزرگترش میکنم و این پایینش دیگه نیازی نداره، با کراپ اینجا را حذف میکنم. حالا اینو دیگه نیازی بهش نداریم، یک مقدار زومش میکنم، از این قسمت عکس رو روی اوپاسیتی کم قرارش میدم، ببخشید باید روی عکس بودم باشم، این رو یکم کمش میکنم که ببینیم میخوایم چیکار کنیم. دکمه قفل رو میزنم که تکون نخوره و شروع کنیم به طراحی کردن. این قسمت شما میبینید یه دونه دایره داره. خب من میام از الیپس استفاده میکنم، اول یه دونه دایره اینجا میکشم به این شکل. خب استروکش رو اینجا نان میکنم و ببخشید فیلش رو نان میکنم و استروکش رو روی یک قرار میدم، به خاطری که میخوام فعلا ببینم داریم چی کار میکنیم و بعد درستش میکنم. یه سه قسمت ها رو نیاز به پن داریم، من پن رو انتخاب میکنم و شروع میکنم به کشیدن. خب اینجا میگه که لایه‌تون قفله، من اومدم اشتباهی آرت بورد رو قفل کردم، قفل رو بر میدارم و فقط این عکس رو قفل میکنم. حالا شروع میکنم به کشیدن پن. دقت داشته باشین این بالا حتما پنتون روی شیپ باشه، روی پد نباشه. و ادامه رو میرم، اینجا رو آلت رو نگه میدارم، یکم درستش میکنم، دوباره بر میگردم بقیهش رو و به این وصلش میکنم، باز آلت رو نگه میدارم و اینجا رو یک مقدار درست میکنم به این صورت. اینجا فیل رو نان میکنم، استروکش رو هم روی یک قرار میدم. حالا اینجا رو در ادامه ادیت میکنم، بقیهش رو هم به همین صورت. خب از این قسمت دوباره شروع میکنم. ببینید دقت داشته باشین برای حالا این طرحی که میخوام انجام بدیم، شما همه این مو رو جدا جدا با پن بکشین. ببینید من این رو میام جدا میکشم، مو رو کلی نکشین، مو رو اینجوری میام جدا میکشم و بقیهش هم که اینجا اومده. حالا دایره میره زیر قرار میگیره، اون مهم نیست فعلا در کارمون به این صورت. این رو ببینید جدا کشیدم، بقیه رو هم به همین صورت جدا جدا میکشیم. خب این از موها، میام سمت صورت، الیپس اینجا به این صورت به عنوان گوش میکشم. خب یه دونه الیپس دیگه برای داخل گوش اینجا میکشم به این صورت، برای این سمت گوش هم همینطور با الیپس. برای کل صورتش دوباره پن رو انتخاب میکنم، دوباره شروع میکنم از اینجا، چون صورت میاد زیر موها قرار میگیره، مهم نیست حالا دقیقا از کجا بکشیم، ولی اینجاها مهمه که چطوری بکشیم. ببینید به این صورت من کل صورت رو اینجا رو همجور میچرخونم به این صورت. اینم صورتش. برای ابرو دوباره من پن رو انتخاب میکنم، شروع میکنم به کشیدن
ابروها یکم این ورتر، اینجا رو هم به این صورت و بهش وصلش میکنم. برای این یکی هم میتونیم کپی بگیریم ازش، کنترل جی رو میزنم یه دونه کپی میگیرم و هوریزونتالش میکنم و با کلیت های جهت نما میتونیم دقیقا روبروی خودش بیاریم، که البته ابروی این فکر میکنم روبروی خودش نیست، یکم پایین تره، پس من میارمش یکم پایین تر و یک مقدار هم مثل این که اینطوری چرخیده دیگه، دقیقا مثل اون نیست. خب بیاییم برای دوتا چشم دوباره لیپس رو انتخاب میکنم و این بار میخوام بیزیش کنم به جای دایره. خب شکل کلیش ما کشیدیم، یعنی برای کشیدن این لامپ اینجا یکم زومش میکنم، لامپ به این صورت. شکل کلیش رو من کشیدم، حالا چیکار میکنم؟ من آرت بورد رو انتخاب کردم به خاطر که اینو بکشم بیارم بذارم اینور. میام رو قسمت آرت بورد، روی آرت بورد کلیک میکنم، کل آرت بورد رو میگیرم و اینجا یه دونه آرت بورد دیگه میکشم، یکم زوم اوتش میکنم. خب من میام تمام طرحهایی رو که حالا اینجا کشیدم و انتخاب میکنم و گروپش میکنم. ببینید این طرحه، حالا انتخابش میکنم، میکشمش اینجا، قرارش میدم توی آرت بورد دو، یک مقدار میبرمش بالاتر و بک‌گراندی که حالا ببینید من الان میتونم قفل اینو باز کنم، اوپاسیتیشو زیاد کنم که حالا ببینیم میخوام چیکار کنیم دیگه. یه دونه بک‌گراند اینجا هم برای این کارمون میکشم، اینو میام زیر گروه قرار میدم، بک‌گراند رو میام از رنگ اینجا میگیرم و حالا میخوام شروع کنم به رنگ کردن این سوژمون. خب فقط یکم بیاد نزدیکتر. خب من میام از موها شروع میکنم. ببین اینجا لایه لایه همه رو درست کردم، این اینا موها هستن. میام از اولین لایه انتخاب میکنم، این لایه هست. خب روش دبل کلیک میکنم، از رنگ موهاش میگیرم. ببینید از رنگ موهاش میگیرم به این صورت، استروک رو نان میکنم، ببینید به این شکل. خب همه رو به همین صورت من میام همه رو، ببینید همه موها رو من میام انتخاب میکنم، همه اینا رو فیلش رو میام همین رنگ میکنم، استروکش رو هم میام نان میکنم. خب به این شکل باشه. حالا همه رو گروپ میکنم، ببین تمام موها رو من گروپ کردم و این آخریه رو هم بذارم بندازم داخل اون که یه گروپش یکی بشه. ببینید همه موها رو من اینجا گروپ کردم، گروپ رو باز میکنم، من یکم زوم کنم شما ببینید، روی اولی کلیک میکنم، بیول ان امبلد، این یکی هست. ببینید شما میتونید اینجا سایه ها رو تغییر بدین، با این حالا ستینگش کار کنید، مثلا دان باشه یا آب باشه و اینجا ها انقدر باش کار کنید و اون حالا برجستگی رو اینجا نشون بدین. این قسمت شما میتونید رنگ ها رو تغییر بدین، مثلا رنگ رو از خود این رنگ بگیرید یا میتونید کم مثلا کم و زیادش کنید، اینجا مثلا کم تیره تر باشه یا روشن تر باشه، یا مشکی اینجا رو دوباره از رنگ اینجا بگیرید خیلی تیره ترش کنید و اینجا هم شما میتونید تغییرات رو انجام بدید. یکم من اینو میدم کلا میبرمش تا آخر که اون حجم رو به من بده. اوکی رو میزنم. بعد شما میتونید از همین روی بقیه کپی بگیرید. آلت و پایین نگه دارید، امبلد رو روی پایینیه بندازید. دوباره کپی بگیرید، روی همشون دونه دونه اینا رو بندازید. ببینید من روی همه شون دونه دونه این افکت رو
انداختم. خب این گروه هیر هست، من اینو بنویسم هیر که قاطی نکنیم. خب این یکی الیپس برای گوشواره هاش هست، برای گوش هاش هست. من دوباره میام چیکار میکنم؟ میام تو این قسمت فیل رو روش کلیک میکنم، از رنگ گوشش میگیرم خب که به این شکل باشه و استروکش رو هم که نان میکنم و بعدی رو هم دوباره میام از همین میگیرم و اینجا استروکش رو نان میکنم. خب اینجا اگه دقت کنید یک سایه‌ای داخلش هست و تیره تر از حالا این قسمت هست. چیکار میکنم این قسمت؟ این کوچیکه رو دوباره میام روش کلیک میکنم خب و میام یک مقدار تیره ترش میکنم، این سایه داخلیش رو، البته خیلی زیاد تیره شد، یک مقدار میبرمش بالاتر و از این قسمت هم یک مقدار بیاد بالاتر به این شکل. اون دوتا هم به همین شکل. حالا من این چهارتا با هم گروپشون میکنم، یکیش میکنم که مو روی اون قرار بگیره به این شکل. این صورت رو هم میام چیکار میکنم؟ زیر موها قرار میدم. ببینید این قسمت هم دوباره من میخوام از همین تکنیک روی موها استفاده کنم. روش دبل کلیک میکنم و بیول اینجا رو میزنم و باز شما اینجا میتونین تغییر بدی. ببینید دان باشه یا آب باشه که من روی دان کلیک میکنم و اینجا میتونین تغییر بدین رنگ رو. اینجا هم میتونین روش کلیک کنین که مثلا بیان از رنگ اینجا بگیریم یک مقدار مثلا تیره ترش کنین. این یکی هم بیام از رنگ داخل این بگیرم، البته از رنگ خود این بگیرم بهتره، یک مقدارم میارمش پایین تر، نه آب باشه بهتر، قسمت آب قرارش میدم به این شکل. یکم من زومش کنم، اینو روی این اگه بندازم اینطوری داخلش خالی باشه بهتره. خب بعد چیکار میکنم؟ میام روی این یکی گوشه از این گوشه قبلیه آلت و پایین نگه میدارم، کپی میکنم و روی این یکی میندازم. ببینید به این شکل. حالا این از گوشش، میام برای صورتش یکم زوم اوتش میکنم، یکم میکشم این ور، دوباره روش دبل کلیک میکنم و از این قسمت بیول امبلد رو میزنم و شما میتونید با تغییر دادن اینجا بتونید حالا اون حالا آب میخواییم باشه داون باشه. من میام همون آب رو انتخاب میکنم اما رنگا رو اینجا تغییر میدم، مثلا یه رنگ از بالا از اینجا میگیرم و اون یکی رنگ رو میارم از تیره ترینش میگیرم، خب تیره ترینش که اینجا ها باشه و شما میتونید اینا رو تغییر بدین که حالا میخواین تیره تر باشه یا روشن تر باشه. مثلا این وسط روشن تر بود، یک مقدار من این وسط رو روشن تر میکنم و اینا رو هم، نه این یکم اینطوری باشه. اینجا یه سایه داره که اینجا سایه ها رو بعد بهش بدیم. من اوکی رو میزنم. خب میریم برای ابروهاش، همینجور به ترتیب که من میرم، ببینین ابرو انتخاب میکنم، میام تو این قسمت و فیلش رو میام رنگ ابروش میگیرم، خب استروکشم رو که نان میکنم. خب ببینین اینجا یه ابروش یعنی پایینش یکم تیره است، روش یکم روشنه. خب شما میتونید از همین بیول استفاده کنید. دوباره من روی این کلیک میکنم، این یکی هم به همین صورت انجام میدم. خب یکم زومش میکنم، ببینید بالاش روشن بود و پایینش تیره تر بود. دوباره روی این کلیک میکنم و با ابزارهای اینجا ما میتونیم حالا رنگا رو تیره روشن کنیم. مثلا من میام اینجا یکم رنگش رو روشن تر میدم، این یکی رو یکم میام رنگش رو حالت از خودش میگیرم، یکم تیره تر، یک مقدارم روشن تر میکنم و اینجا میتونیم تغییرات رو روش اعمال کنیم. یعنی بالاش یکم میخوام روشن تر بشه، اینا رو هم به همین صورت به این شکل که شما میتونین ازش یه دونه کپی بگیرین روی اون یکی ابروش بندازین که این حالتی بشه. جفتش رو من گروپ میکنم دوباره، اینجا می نویسم ابرو، نمیدونم انگلیسی چطوری نوشته میشه. می برای چشمش، خب روی دهنش که زوم کنم، ببینید این قسمت کلی دهنشه. خب دوباره من میام از رنگ اینجا میگیرم، استروک رو کلا برمیدارم، بقیه رو هم به همین صورت. این یکی دندوناش هست، من دندونش رو میام کلا میخوام از خودش رنگ بگیرم.
این رو هم به همین صورت یکم من دندونش رو روش کلیک میکنم، این قسمت رو میزنم و میتونیم یه حالت بعد مانند اینجا هم بهش بدیم. اوکی رو میزنم. خب ببینید زبونش اطراف صورتی وسطش یه حالت سفیدی داره. من میتونم یه گرادینت اول بهش بدم، خب که یعنی من بیام اطرافش رو یکم حالت صورتی بهش بدم، وسطش رو یکم نه حالا سفید سفید و دوباره این یکی رو هم بیام یه صورتی بهش بدم، یه همچین حالتی بهش بدم. خب البته صورتی بعد قرمزی بزنه. من اینجا کدش رو بردارم، روی این یکی هم کدش رو پیست کنم و اینجا هم یکم رو به قرمزی کم بیاد این ورتر، اینجوری باشه خوبه. خب دوباره روی همین یکی من میام روی بیول، اینجا دوباره میام یه سری تغییراتی اینجا بهش میدم، یک مقدار اینو کمتر میکنم، اینو بیشتر میکنم، اینو یکم بیشتر، البته رنگش میخوام بره به رنگ یکم صورتی این حالتی باشه، اینم بیاد اینجا. خب میام برای لباسش، لباسش رو دوباره من میام این قسمت، رنگش رو از رنگ این لباس اینجا میگیرم، استروک رو نان میکنم و دوباره روی لباس میتونیم کلیک کنیم و این قسمت رنگ رو دوباره بهش اضافه کنیم. یه رنگی از اینجاها میگیرم و رنگ زیری هم از رنگ تیره ترینش میگیرم، این خوبه، و یکم اینا رو میام جابجا میکنم، همون آب باشه بهتره، یک مقدار اینو میارم این ورتر. خب اینا رو هم یک مقدار جا به جا میکنم، رنگش کم رنگتر باشه، اینجا باشه بهتر. خب میریم برای قسمت لامپ. حالا من همه اینا رو با هم یک گروپ کنم دوباره. خب خوبه، میریم برای قسمت لامپ. این لامپ به چه صورت هست؟ ببینید یه رنگ نقره‌ای داره، رنگ حالا نقره‌ای تور داره و سفیدی روش اومده، یه سری رنگا روش داره. خب این لامپ خودمون همینطوری رنگش میکنیم، میام این قسمت یک رنگ حالت نقره‌ای بهش میدم، خب استروکش هم رو که بر میدارم و یکی هم یک رنگ زرد بهش میدم، این سمت زرد میام و استروکش رو هم بر میدارم. خب حالا خطایی که روش کشیده شده، این خطا هم به صورت نقره تیره باشه، یعنی من میام این بک‌گراندش رو، یعنی رنگ زیری رو میارم به سمت سفیدی، همچون که دیدین کم سفید بود، اما رنگای دیگر رو میخوام یه حالت نقره حالا نه خیلی تیره باشه، یه همچین چیزی. خب که حالا همه رو با هم انتخاب، این الیپس رو جدا بر دوباره میام اینجا روی این کلیک میکنم و همه رو با هم به این صورت، یکی هم که استروکش برداشته نشد. خب همه اینا رو با هم انتخاب میکنم، کنترل ای رو میزنم که لایه‌اش رو یکی کنم، بعد روش دابل کلیک میکنم میام روی بیول ان امبوس. خب بعد اینجا میام نقره‌ایش رو اینجا انتخاب میکنم، نقره تیره و روشن. حالا من خود لامپ رو یه دونه دوباره این تکنیک رو بهش میدم، خب که یه رنگ زرد داشته باشیم،
ولی خب یه حالتی که اینجا روش اومده نور داده، حالت نور رو خودمونم باید بهش بدیم. من میام الیپس رو انتخاب میکنم، یه الیپس اینجا میکشم، رنگش رو میام رنگ سفید میذارم، کلا نادر دارم از اون بالا، و میام قسمت فیلتر بلار و گاشن بلار رو میزنم و یه حالت حالا بلارم اینجا بهش میدم که یه نوریم اینجا بهش داده باشیم که دوباره میتونم انتخابش کنم، یه حالت به سمت پایینم بکشیم. دوباره میتونم یه دونه دیگه ازش کپی اینجا بگیرم و یکم این رو کوچیکترش کنم، یه نوریم اینجا ها بهش داده باشیم. البته مثلا یه نور پخش هم داره، مثلا این بالا، این بالا ببینید یه حالت نور این بالا هم داده که خودمون میتونیم اینجا یه دونه یه همچین نوری رو اینجا خودمون بهش بدیم که من بیام انتخابش کنم، دوباره بیام این قسمت استروکش رو بردارم و خودش رو دوباره بیام توی فیلتر و گاشن بلار رو بزنم و یک نور حالت نورم اون بالا سرش بهش بدم، یه همچین نوری. این قسمت میبینی یه حالت نور داره. خب من میام چیکار میکنم اینجا حالت اون نور رو میخوام بهش بدم، دوباره پن رو انتخاب میکنم. ببینید مثلا یه حالتهایی رو میخوام از اینجا انگار حالت اون نور لامپ روش افتاده باشه، مثلا یکم هم از گوشش هم بگیرم و بیام این قسمت ها به این صورت. خب رنگش رو زرد میکنم، بعد میام از قسمت فیلتر بلار و گاشن بلار رو میزنم، یکم نور این رو ببینید به حالت بلارش میکنم، محوش میکنم و بعد میام از این قسمت نورمال روی آوله کلیک میکنم. ببینید یکم اینجا هم نور داره، من دوباره میتونم پن رو انتخاب بکنم، ببینید اینجاها یکم رو صورتش هم این نوره هم اومده. توی فتوشاپ خیلی راحت تر میشه نور رو روی صورت سوژه، روی بدن سوژه آورد و سایه های طبیعی تر رو در آورد توی فتوشاپ. یک ویدیو ساختم لینکش رو اینجا براتون میذارم که نور رو روی بدن حیوان آوردم، اگر دوست داشتین میتونین ببینین و حالا ادامه ویدیو رو بریم ببینین. این دایره هم که ما هنوز انجامش ندادیم، این مویی که اون بالا زده برای ما، و استروکش رو نان میکنم، روش دابل کلیک میکنم و دوباره میام قسمت ببل. خب ببینید یه سایه این زیر اومده، خب خودمون باید یه دونه سایه همچین سایه زیر موها بدیم. خب من یه سایه این مدلی بیام زیر تمام موهاش به این شکل سایش رو میام، حالا از تیره ترین اینجا میگیرم، یه جوری مشکی شد، خب خوبه. سایه رو یه کم میدم پایین تر، میام تو قسمت فیلتر برار و گاشن بلار رو میزنم و یک سایه خیلی محوی رو بهش میدم. اینجا سایش رو یکم میام حالت قهوه‌ای میکنم، آره قهوه‌ای باشه بهتر. ببینیم برای کفش من میام اینجا کف کفشش اینجا یه دونه میکشم و بعد همونو میبرم اونور که حالا دقیقا مثل همین باشه. به این شکل. خب اینو میکشم و میام اینجا قرارش میدم و میام این قسمت استروکش رو نان میکنم و فیلش رو رنگ قهوه‌ای میدم، یه دونه کنترل جی و برای این یکی هم یه دونه میذارم به این شکل. ببینید داخل گردنش یه سایه هم اینجا داره، خب یعنی
من اگه بخوام مثلا یه سایه بگیرم میتونم از خود این یه کنترل جی بگیرم، خب بعد رنگش رو مثلا بیام رنگ قهوه‌ای اینجا بگیرم، بعد بندازم زیر اون یکی گردنش، خب بعد اون یکی رو یک مقدار من کوچیکترش کنم ببینم میشه که سایه زیری مشخص باشه، یه همچین چیزی اینطوری. سایه هایم شما میتونید دور آستین بدین، این قسمت ها همه سایه بخوره، اینجا ها سایه بخوره. ببینیم مثلا از سایه هایی که من استفاده کردم برای اینجا، برای دور لباس، برای زیر مو، شما میتونید روی لامپ هم ببینید، اینجا ها روی لامپ اینجا میتونید سایه ها رو بدین، مثلا یه سایه یه خط بکشیم مثل روی آستین، اینجا ها هم سایه بدین. که حالا اینقدر این ویدیو طولانی شد که فرصت نمیشه من با جزئیات سایه بدم، و شما با جزئیات اگر اون کاراکترتون سایه بدین خیلی جذاب تر میشه. خب البته یه دونه بینی هم داشت، مثل اینکه ما میتونید روی صورت رو انتخاب کنیم، یا مثلا بالای این مثلا میتونیم یه دونه اینجوری بینی بکشیم. خب بعد بیام اینجا استروکش رو بردارم، رنگش رو بیام از رنگ حالا این بگیرم، استروکش رو برمیدارم، رنگش رو از رنگ اینجا میگیرم و میتونم روش دبل کلیک کنم و این قسمت بیام از رنگ سفید اینجا و رنگ بک اینجا بگیریم و تغییرات رو اینجا بهش بدونید. دماغه الان دیگه داره مشخص میشه. خب اینم از این ویدیو، امیدوارم که براتون کارآمد بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایک کنید که انرژی فوق العاده میگیرم ازتون، و اگر هنوز توی کانال سابسکرایب نکردین خوشحالم میکنین که دکمه سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله رو هم فعال کنید. خیلی دوستتون دارم، در آینده با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم.